پستم قربون اون خنده مغزت برم از لای پوستت برق میزنه. تو فروردین با علیرضایی بازی کردیم آقای کیروش، یادش بخیر. اون موقع الان فروردین 97 دیگه، پس الان هست فعلا. خب بعد نگید پشت سر اون که رفته هفت نزم که رفته دیگه، هرگز نمیشه میدونم. آقا گفته بازیکنای ما نمیتونن مقابل رونالدو 10 بار بپرن. خب ضروری است که با من تمرین کنن، چون بازیکن نبودم. بعضی آقای کیروش شما که خودتون نبودید خیلی وقتا، والا بچه ها تمرین داشتن که شما سر حمایش بودی، برای بانک داشتی چیز میکردی، برایشن با پرسپولیس که آبان ماه بعدن بازی خواهد داشت که شما نمیایید ورزشگاه، بچه ها با کی تمرین کنن؟ و این بچه ها نمیتونن مقابل رونالدو بپرن. شما که البته مربی کلاس جهانی هستید، این خنگا شل مغزم بذارید من ازش سوال کنم. آقا به نظر شما ها چند ماه دیگه جام جهانیه، الان فروردین 97، ما میتونیم از تیم مراکش ببریم؟ بله. بفهمید این چجوری فکر کنم بیرام من پنالتی رونالدو رو مثلا میتونه بگیره؟ بله. ممکنه مثلا پیکه از امیری لایه بخوره؟ بله. ببین چجوری فکر میکنن، بزرگ فکر میکنن آقای کیروش، افق دید، ویژن دارن. سردار آزمون میتونه به اسپانیا گل بزنه؟ بله. حالا نظرشون فهم. بله کولومبیانو جا فارسی پلیز اسپیک پرشین. پرشین از فدراسیون کولومبیا جا اینا رو به جای کیروش برای چی؟ ها خوب ویژن دارن. آره قربان. آره نه 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 پول نمیگیرم، پول نمیگیرم. بیا ببر، بیا ببر قربان. یه مینی بوس بفرست. قربانه قربانه کار براتون پیدا کردم. کیش کیش کولومبیا. پاشو پاشو. ما در حال آماده شدن برای جام جهانی هستیم. فقط بچه های ما نمیتونن بپرن، مخصوصا 10 بار با رونالدو اگه بخوان بپرن ما مشکل پیدا میکنیم. فوتبالیستی که نتونه بپره مثل بچه های ما که مشاهده میکنید به مشکلات زیادی میخوره و حتما حقوق سرمربی کمه که آخه یه نفر نباید بتونه بپره تو این تیم کنار رونالدو. خب 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 آقا نه از دست واقعی این آدم آسایش داره، نه دست اسباب بازیش. خب نفت تهران رو براتون بگم که مرحوم شد در سال 97، یعنی همینجوری هم جرقه خورد که علیرضا بیرانوند و مصطفی وکیل خودش یه دونه از اینا برداشتن رفتن سر ساختمون باشگاه نفت، گفتن ما طلبکاریم یه تریل اساس بریزید تو این ببریم. نفت جلو مردم خفت رو نتونست تحمل کنه دیگه. تو ببین چقدر این پیرمرد زجر کشید، به سنش میخورد. شما ببین یعنی تازم با همون افاضلی افتاده باشی لیگ دست پایین‌تر، یه با بیرانوند هم نمیشه دیگه، نمیشه تحمل کرد. بهترین کار چیه؟ انحلال. خب منحل شد دیگه، علی ما نفت نداریم، همه چی با گازه. خب بچه ها مرز بین شوخی جدی و خودتون رعایت کنید، یه مرز باره کس لبه تیغ کن. خب یعنی من میخوام بهتون بگم یه روز این نفت آسیایی بود، الان این روزگارشه. قره نشید به خودتون. نردبان این جهان مامنیست، عاقبت این نردبان افتادنیست. هر کی بالاتر میشینه خلاصه شو بهتون میگم زودتر خورد میشه دیگه استخونش. یعنی میرن باشگاه ها از اونا فقط بازی کناشون به جا میمونه. کجاست اکباتان همه عقاب تهران سبای قم پاس همیدان. استقلال خونه به خونه رو برد، قهرمان جام حذفی شد توی اردیبهشت. منتها دیگه موقع جام دادن
میگه هر چیزی بگی شد. ببین جام یه بار گم شد، مدال کم اومد، بچه‌ها میگفتن کجا بریم منیریه بخریم، به مسئولا میگفتن با خنده. بعد عکاس گم شد یا عکس گم شد یا دوربین گم شد، دوربین گم شد، بعد اصلا هم شطور با جاش گم میشد اونجا، یعنی همه چی به هم ریخته. بعد مردم ریختن وسط، همه چی داشت کم می، آخر سر جامو گذاشتن تو کوله پشته نصر عبداللهی، یواش بردنش بیرون، یعنی همچین وضعی. ولی من اینجا میخوام به شما بگم که توی فروردین 98 ما یکی از سارقین اردیبهشت 97 رو به دام انداختیم. بچه گریه میکنه؟ ناراحتم. دزدیدم پشمونم، جامو دزدیدم. جامو برای چی دزدیدی؟ اشتباه کردیم، اشتباه کردیم، به کادو زدیم. اتفاقا جامو برده منیریه، کسی که نخرید هیچی، اصلا لومونم دادن، شما ما رو گرفتید، خیلی ممنون که ما رو گرفتید. آقا مگه میشه جامو دزدی؟ همه چی دل بدی میشه دزدی، دل باید بدی. چی میخوای بدزدی؟ چی داری تو؟ بدزدم برات. ولی خیلی ناراحته، ببین گریه هم نمیگیز که دوزی بگوره. ولی حرف آخرت کی پخش میشه؟ بسه مردم چه نقدر مادی شدن بابا، جونه دیگه نمیخوایم بگیریم، کیفته بده بره، بسه ببره. حریص شدن، حریص حریص شدن. آفرین، دیگه از ویژگی های کار ماست دیگه. میدونی بعد کار معدن کیف قاپی سخت‌ترین کار دنیاست. جدی؟ یارو یه جوری داشت مقاومت میکرد، من فکر کنم 50-60 هزار تومن توش بوله. بخاطر اینا داشت مقاومت میکنی، بخاطر یه مش کاغذ. خیلی خوب بابا، خون خودتو کثیف نکن، ول کن دیگه، کار ما اومد نیومد داره، یا میشه یا نمیشه، ان شاءالله دفعه بعد. یه هوادار تیم ملی فوتبال ما میخواسته بره روسیه تیمای فوتبال ببینه، رفتم روسیه ببینه. ولی چرا این یکی خیلی خاصه؟ چون این با ماشین خودش با پژو پارس رفتن تا روسیه، با پژو پارس. ما اصلا این خبر رو شنیدیم، شخصا زنگ زدیم به خود ایران خودرو، گفتیم پژو پارستون رفته تا روسیه. گو الکی باورش نمیشد، قطع کرد گوش رو من، دیگه هم جواب نداد. بعدشتیم تو بیوش نوشته که چیز یه پژو خاص مسافرت شده به روسیه توسط یک هوادار. یعنی قشنگ خود مهندس ها هاج و واج مونده بودن، بابا این تا فرزاد میره باید موتورش بخوابه، چطور تا روسیه رفته این؟ مگه میشه یه شمش خال نزده، یه آب روغن قاطی نکرده، سقف این ماشین آفتاب ندیده؟ سقفش که همشه آفتاب میخوره. نمیخوره، این پرشیاز فرق میکنه. اصلا تولید کنندگان داخلی بعد از همین داستان یه نگاه انداختن، دیدن بابا این ماشین تا روسیه رفته، چرا باید ارزون باشه؟ دو برابرش کن. خوب شد جام جهانی آفریقای جنوبی نبود، حتما 5 برابر بود مثلا، باید کلیتو میفروختی، بازم نمیشود، همه جزئیاتت هم باید میفروختی. بله، بازی های خیلی خوبی برنامه ریزی شده بود برای تیممون قبل جام جهانی با کوزوو که کنسل شد، ولی با یونان کنسل شد اونم. بعد تازه می‌خواستیم شاکی هم بشیم، یعنی فدراسیون گفته بود که شکایت می‌کنیم اینا، ما ضرر کردیم. یونان گفته بود بنا به ضرر و زیان و اینا باشه و شکایت، ما از شما بیشتر ضرر کردیم، ولش کن. حالا سر اسپانسر اون یکی سر تماشاگرش نیا تو و فلان، خلاصه بازی نکردیم. ولی خب اینجور که حل نمیشه، آقا این ادامه پیدا میکنه تا کی؟ یه نفر باید بس کنه. به نظرم یه نفر باید یه نقطه بذاره آخر این داستانو، بره سر خط از اول حمله نوعی، چیز روز نوعی رو شروع کنه. بذار ما زنگ بزنیم به یونان. خب؟ ما بذار من خودم رو دست پایین میگیرم، من سنگ زیر آسیا میشم. زنگ میزنم، اینا یه بزرگتری دارن دیگه. من الان زنگ میزنم یونان که میشناسی افلاطون. میذارم زنگ میزنم خونه افلاطون اینا. صحبت میکنم، میگم آقا شما به عنوان گنده اینا بگو بابا بیان با هم بازی کنن، بچه ها بازی که چکار نکن، چکار کنن، تفریح دار. بله بله، چیه شما هم زنگ زدم؟ بله ببخشید. خوبی؟ خوبی خانم؟ خانم افلاطونیان؟ مامان افلاطونی خوبی؟ افلاطون کجاست؟ هست خونه؟ روا از ایران. نه من از آینده میام. آره میدونم اون زمان شما تلفن ندارید، ولی دیگه جان میگه افلاطون داره با ارسطو بود. ارسطو عامل؟
تا نه ارسطو چیز فیثاغورس کجاست؟ این که داد میزنه خانم افلاطون میگه که این ارشمیدس رفیق ایناس از تو حموم اومده بیرون میگه اوریکا یافتم. آره اون چیزه اون چگالی رو یافته میدونم اینو خوندی. آقا سقراط چی شده راستی؟ من شنیدم بد حاله میگه شوکران خورده نمیتونه آره هضمش کنه. خب الان آقا ببین متاسفانه گالیله چی؟ ما میگم گالیله مال ما نیه. خیلی خب الان آقا من یه سکه خورم من یه درخواستی داشتم. من میگم در آینده شما بزرگواری کنی بگید نسل در نسل بچه ها انتقال بدن با ما بازی کنن اینا باشه؟ این 2000 خورده سال بگیم بازی کن. آره 3000 2500 شما 2500 که دم در باش. گفت نه در آینده آدم ها یه هم میخندن ببخشید. آره قربان شما خیلی خوشحال شدم. الهی فدتون دوست باشیم با هم. آره قربان شما الهی فدتون باشم. خیالی خوبی کردنم تنش داستانه مصد خوبی بری همش یک سانه بدادت از کردم خودم خوب حقم داری خوبی که از حد بگذره. یه فیلم پارسال ساخته شده ما برنامه فرهنگی ورزشیم درباره فیلم داریم حرف میزنیم که توی اون خانم بهار افشاری که کارگردان بود رفته بود درباره اسب از بازیکنان تیم ملی صحبت کرده بود. سوالش هم جوابش معلوم نیم گفته به نظرت اسبا حرف ببینید اینو به نظر شما اسبا حرف میزنن؟ آره بستگی داره دیگه. مثلا سردار که اسب داره زمون شد شاید بدونه ولی من که اسب نداشتم تو حالا شاید ندونه. حالا بله به نظرم بر حرف میزنم. فکر میکنم بله اسب سردار فکر کنم حرف میزنه. سریک حرف میزنه. بله من هم اتفاق همین سوال دارم از شما. آقا به نظر شما اسب حرف میزنه؟ بله اسب پتی کو بله. خب به نظر اینا بله اسب حرف میزنه ولی اسب در اصل صحبت ببینیم الان من که نمیدونم که به نظر شما دوست بزرگوار اسب شیهه که الو میگه من سریکم بچه ها اسب حرف میزنه این اسب سردار دیگه خودتی جانم جان میگه من ذکر چند نکته رو ضروری میدونم. خب یکی اینکه سردار تو جام جهانی خیلی خوب دارم میگم شما بگو سردار تو جام جهانی خیلی خوب بازی کرده شما مگه ندید 80 چی متر میدویده برمیگشته. خب میگه که از لیورپول پیشنهاد داشته و به خاطر حرفای شما دست. خب میگه اگه علو گذاشته بودیم بره لیگ جزیره من الان داشتم تو مراتع انگلستان میدوید. اسب حسابی تو رو که نمیبرد با خودش که کسی رو شما نشسته. الان های سری صحبت چرا نه ببین ولش کن حالا اون بس به کنار. راست میگن که شما دو بار در دوران ورزشی خودت دوپینگ کردی. چه شیهه میکشی تو گوش آدم. آقا لااقل یه پست خداحافظی میذاشتی قطع میکردی. این مربیش کیه اینو کی اینو قشو میکنه ببین برش گردونید اینو بعد چجوری با اون سم این شما رو گرفت. سرمونو میچرخونیم شهر کن فیکون میشه لوچ. چهار نل ساختن خیلی حال میده. مربی پرسپولیس آقای برانکو اون موقع که کرواسی رسید فینال و حالا با این مربی دالیچ رفتن تا فینال و اینا شروع کرد تعریف تمجید کردن از اون. آفره این مربیه اینو میگم مربی تیم میبره جام جهانی اینجوری باید ببری تا فینال. این ببین این رو خودش مسلط بفهمین جام نویسنده نوشته چون مسلطه به خودش با لبخند حرفهاشو میزنه این اتفاق میفته. کیروش فقط زود جوش بود دیگه یعنی اعصابش خورد بود. کیروش مثلا نمیتونه فقط مشکلش این بود نمیتونست او یهو عصبانی آتیشی میشد قاطی میکرد چیزی میگفت به آدم. ولی برانکو اینجوری دوستان ما از این داستان نتیجه میگیریم که اگر که میخواید حق رو در بحث دعوا به شما بدم باید آرامش خودتون رو حفظ کنید. چه بسا کسی که عصبانیه حقش پایمال بشه. اینا کی نوشته؟ تو نوشتی؟ بچه کجا این شما؟ کدوم مدرسه میرفتین؟
آتا بکلا آتا جا نخواه این چیه نوشتی؟ ما این تنسی میگیریم هر کس که تو دعوت چک اول بزنه برنده است. البته دعوا نکنید اما بله شما نکنه چیزی به ننجونتون هم میگید مامان جون. آره؟ تو خونه پیانو داریم؟ مادر جون مثلا. آره؟ یا بابات چیزه به جا پیژامه رو دو شام میپوشه تو خونه؟ از اینا هم دارین؟ اسمش چه پرتیل؟ رکته؟ از این کلاه نمیذارید شب بخوابی؟ مامان از اتاقم برو بیرون. مامان خواهش میکنم از اتاقم برو. من آب پرتقال نمیخورم. آقالا بالا آه کاش به کاروانسرای چاپارخانه چیزی میرسیدیم و شوخ از تن میزدودیم. آنها در کجا؟ برای مسابقه راهی سفری دور و دراز هستم. کدوم بازی؟ اکسین البرز به منزل بابا الاسری مسابقات لیگ برای نشستن بر مسند صدر جدول تقابل دارم. چه بازی آنها؟ بازی که به دیگر نیم روزی از پی امروز. حالا چرا اینجوری داری میری؟ چرا که فدراسیون ما را از سفر با تیار برحضر داشته است. چون در خزانه فدراسیون یک پاپاسی هم پیدا نمی شود. کوتاه‌بازی الان چرا افتادی؟ چرا که راه دراز است و خار مقیلان گسترده با رهزنان هوشیار. نشستی چرا پاشو برو؟ چرا که اگه پا شدم سلام از کادر میزند بیرون و تصویر بردار عصبی میشود. خداوند یا جرعه شیر کاکاو بنوش. خداوند تو را برکت کناد از این شیر کاکاو جدید هاست. آقای جعفرزاده ایمن آبادی در مرداد گفته بود که ما به خاطر اینکه آدیداس تحریممون کرد اسم ما را تو سایتش در آورد باید انبار آدیداس رو در ایران آتیش بزنیم. آتیش بزنیم انبار آدیداس رو؟ آدیداس اصلا انبار نداره تو ایران، اینا فیکه. محض اطلاع بهتون میگم اصلا نمیتونه بیاد اینا نماید. سر چی بود اصلا همه این بحث های تاج میگفت اصلا نمیتونه بیاد انبار بزنه؟ نه علکیه عصبی ها به این الابادی. ببین کار مجلس چقدر سخته، نکنه این بلایی سر خودشون بیارن با این اعصاب. الو ایمن آبادی، من میتونم شما رو تو صدا کنم؟ ببین دوست من، خواهش میکنم از اون وضعیت فاصله بگیر. آروم باش آروم باش، نفس عمیق بده، دماغ بکش، بده هم بره بیرون. آفری عزیزم، بابا اون لباس همش فیکه. نه فالوورای تو، نه فالوورای تو تازه روند شده، من کیک نبرده بوده که دوستان. نه فالوورای تو واقعیه، میدونم میگم بخرینا شما نمیخری، از تعداد لایکاتون میگم. بله مواظب باش. ببین فندکو بذار زمین، دو قدم بیا عقب، دورشو خالی کنید، فشار بهش نرید، دو قدم بیا عقب، نفس عمیق دوباره. آفرین جعفرزاده ایمن آبادی، شما اول ایمنی بعد کار. خوبه فردا بگن مثلث آتش چهار زل داره، ماده سوختنی، حرارت، اکسیژن. جعفرزاده ایمن آبادی خوب نیست؟ عقب. با تولد هر انسان خداوند میگه که هنوز امید داره. به آسمون نگاه کن، به گل نگاه کن، به جدول، به شمشاد، دنیا هنوز خوشگریاشو داره. آقا من دیگه هر چیز خوب بود بلد بودم گفتم بیا پایین دیگه. آقا آتیش بزن اصلا، آتیش بزن، بیا فندک. آقا آدیداس رو آتیش زدی، بینمش بده آتیش بزنه. آدیداس رو زدی، برنده دیگه رو زدی، با روگش ناگذیر برند هاشو کار نکنه.
به نظرم شما اول یه دمنوش گلگاف زبون بخورین، بعدم بریم به مشکلات ورزش شهر خودتون برسین. حالا آدیداس خودمون یه کارش میکنه. آقای منابادی لطفا شما فندک رو فعلا بذار زمین، یا فالوورات ریزش میکنه با همون آتیش میگیره، زشته. آقا اولا آروم باش، بگو اونجا که انبار هست لباساش اصل نیست. خب به جای اینکه بری از نایک آدیداس لباس بگیری، یه برند خوب ایرانی درست کن. به جز ضرر منافعی نداره که. آقای ایمن آبادی آروم باشین، شما خودتون فامیلیتون ایمنیه، بعد میخواییم برین آتیش بزنین، حیف به خدا. محسن قهرمانی اومد تو تلویزیون گفت که استقلالی ها فحاشی کردن تو بازی با راهن اون سال، منم گل سالم و مردود اعلام کردم. آیدا فاقایدا گل سالم و مردود اعلام کردی؟ 20 میلیون طرفدار قل کرده؟ چلا قل کرده؟ شما اینقدر حساسی چرا اومدی دنبال داوری؟ میرفتی از این تورا میگرفتی، از پروانه میگرفتی، نمیخواست داور. یعنی از قدیم هر وقت میشکردن داور دقت کن میگفته آینه آینه آینه، هرچی میگی به خود میگی و کیسه نه خود میگی. از یادت اینا رو؟ و چرا شما این کار کردی؟ دلیل نداشت به داور چی شما با این روی حساس؟ میرفتی سفالگری، میرفتی حتی میخواستی تو کنار فوتبال باشی، از فوتبالیستا اسک میگرفتی، کتاب فروشی میزدی، یه چیز لطیفتر تو خیابون بهار لباس بچه میفروخت، یه چیزی که به روحیاتت بخوره. عجب آیا نالای که گولی سالو مدوی ایرام کرده اما آنه 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 به همین یه حرف من، تو چه وسواسی داری، نمیاد بهت خالی، دل حساسی داری، آخه من چجوری دلتو راضی کنم، نگونم نمیشه، نمیخوام بلت کنم. با امیر علی اکبری صحبت میکنیم، ورزشکار معروف رشته های مبارزات آزادمون، به بهانه بردش در شهریور ماه در مقابل اسمش سخت خرس لهستان. سلام امیر خان علی اکبری، خوبین؟ خیلی خوش اومد. سلام و عرض ادب میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون. امیدوارم که همه مردم اومد ایشالله امسال سال خوبی داشته باشن، گرونی کمتر باشه، دخل مردم با خرجشون جور در بیا، هیچ پدر مادر ایشالله امسال شرمنده زن و بچهش نشن. الان وضعیت برد و باختات چجوریه امیر خان؟ شما چند تا باخت چند تا برد؟ من 10 تا مسابقه دادم، رکوردم 9-1، 9 تاشو بردم، یکیشو باختم. الان که این برنامه داره پخش میشه ایشالله 10-1 شدیم به امید خدا. و خیلی هم شما اهل کری خوندن نیستیم، آمریکایی بیرون قفس خیلی کری میخون فلان میکن بهمان میکنم اینا، ولی شما ساکت بودی و تو یه دقیقه اول مشت بدی زدی به فک متحرکش. چرا بالاخره کری برای هم خوندیم، ولی خب اون یه مقدار بی تربیت بود، مثل صحبت های اضافی داشت انجام میداد. گفتیم بذار باشه تو رینگ دیگه، چون بیرون هر چی که حرف میزنی باد هواست. گفتیم باشه تو رینگ که بذار عملی تر انجام بدیم. میگن شما خیلی عصبی و جرزنی در بازی. آره می جنگم، جرزن نیستم، هر بازی که باشه سعی میکنم ببرم. اوضاع درآمد چطوره الان؟ ببین چیز زیادی نیست، به اندازه زحمتمونه. این ورزش ورزشیه که توش هر چقدر زحمت بکشی همونقدر درآمد داری. فوتبال نیست، نمیدونم پینگ پونگ نیست، میری میجنگی، میزنن دست و پاتو میشکنن، سر و صورتتو باز میکنن، خون باید بدی. خواننده مورد علاقت اصلا اهل موسیقی هستی؟ میخونی اصلا برامون الان یه دهن؟ نمیتونم، مغزم نمیشه حفظ کنم، فقط گوش میدم. من هر موزیک جدیدی که بیاد حالمو خوب کنه، توی تمرین تو راه دارم میام برای تمرین حالمو خوب کنه گوش میدم. بهنام بانی و صداشو دوست دارم، توی سنتی ها همای. تو رشته شما خیلی از ورزشکارا لقب دارن، شما چیزی برای خودت انتخاب نکردی یا برات انتخاب نکردن؟ من هیچ وقت دنبال این نبودم که اسم حیوان رو خودم بذارم. با اسم خودم امیرعلی خیلی حال میکنم، چون هم امیر توشه هم اسم حضرت علی توشه. ولی خب بعضی موقع یه چیزایی میگن به دلم میشینه، مثلا میگن شیر بچه حیدر کرار، میگن پرچمدار، اینا به دلم میشینه. آیا علی اکبری به نظر شما در وضعیت کنونی اقتصاد قیمت پراید تا کجا میره بالا؟ شما خودتون پراید داشتید هیچ وقت؟ کی و چند خریده بودی؟ بله من اولین ماشینم پراید بوده، 7 میلیون، نزدیک به 7-8 سال پیش بوده. والا قیمت پراید مهم نیست تا کجا میره بالا، مهم اینه که چقدر ما بیرحم شدیم. دلار 12 تومنه، برای چی پراید شده 60 تومن؟ دلار 18 تومن بود، پراید
30 تومن بود. دلار رو 12 تومنه چرا باید پراید بشه 60 میلیون؟ چرا دارید فشار میارید به قشر ضعیف؟ برنامه‌تون برای ازدواج در سال 98 چیه؟ یا حالا 99 صدی؟ متاسفانه فرصت نشده، ولی نه فکر میکنم اتفاقا هر کی با من عروس کنه خوشبخت میشه. خاطر این خیلی آدم آرومی ام، آدم سربزی رو خانواده دوستی ام. یه ذره تبلیغ کنم شاید کسی پیدا شه. توصیه‌تون برای من به عنوان یک جوان چیه؟ یک جوان مجری. معمولا آقای مجری که داره به همه تیکه میندازه. سر به سر ما نذار. خیلی ممنون از شما. ان شاء الله همیشه برنده بشی. الان 9-1 یا 10-1 یه همچی چیزی بری برای 101. همون یکی هم باز ببری اصلا شاید. خیلی ممنون، با امیرعلی اکبری بودیم. عمیق‌ترین، پیچیده‌ترین، لایه‌لایه‌ترین و فلسفی‌ترین نظرسنجی تاریخ به وقوع پیوست توی شهریور ماه. و اگه گفتین که این نظرسنجی رو گذاشت شوپنهاور، نه مرحوم شده اون، نه اون نظر پروفسور سمیعی، نه دیگه پروفسور سمیعی نه، آلبرت کامو، آقا نه ورزشیه طرف، خسرو معتزد، خسرو معتزد ورزشیه، آقا بیرانون گذاشت، علی بیرانون، میگم علی بیرانون، این ورزشی تنها تو ورزشش بود، علی رضا بیرانون گذاشت. حالا بگو چی پرسیده، مهم نیست جواباشو، من میگم شما جواب بفهم چقدر فلسفیه. جوابش این میشه با یا یا، این یا وسطیه جزء جواب نیست. ببین یا با یا یا، با یا یک شو باید انتخاب کن، یعنی یه همچین چیزی اصلا سوالش مهم نیست که چی باشه، که ریش با ریش بهم میاد یا نه. بله مندلیف کتاب شیمی میگه من جدول تناوبی زمین میذارم، خوبی؟ اکسیژن ها خوبه، هیدروژن، نئون، پالادیوم، ببخشی خوبی؟ جا میگه که من میخوام بایا رو به عنوان عنصر 119 هم ثبت کنم جدول. از نظر ما اشکالی نداره ثبت کنید. الان چی میشه؟ باریوم، اورانیوم، پوتاسیوم، لیتیوم، اوبیدیوم، اوبیدیوم، روبیدیوم، روبیدیوم و چی؟ بایاییوم. این 119 هم میشه قربان شما. یه نیم کیلو روبیدیوم بذار در خونه. آره قربونت برم، ما روبا بد شدن دیگه. خیلی ممنون قربان شما، باز خوبه این زنگ زد، ما روبیدیوممون تموم شده بود. این عنصر اصلا تو جدول مندلیف نیست، دارابیوم. این عین واکنش متان با کلوره. حالا متان ما الکترون از دست داده، آماده ترکیبه. حالا بعد چه اتفاقی بیفته که واکنش انجام شه؟ ها آره آفرین آفرین. خب میشه لطفا بگید منم بفهمم؟ یعنی اینکه دارابیوم آماده ترکیبه. الان بعد چی بشه که واکنش انجام شه؟ جبلیوم فعال بشه. آفرین جبلیوم. الان جبلی یه نخ به دارابی بده تمومه، بوم. میگن همایون شجریان میگن که فیلمش هست، برای اینکه آروم بشه، استرسش خالی بشه، وکس کار میکنه. منم میخوام همین کارو کنم. چرا رفتی؟ چرا؟ من بیقرارم. این آهنگی خوده بدین سان سودای آشون چه سفتر نذارم چه ببینم چی داری؟ نه اینکه آه این خوبه. با من سر ما ده 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 در مهمان سردار آزمون برگشت به تیم ملی. تو بازی با بولیوی هم اومد و بعد یه نیمچه بحث ریزی ها خیلی لطیف با جهان بخش هم داشتن و رو نیمکت هم کشید، دیه اوزخایی کردن، تموم شد رفت و خبر ولی این بود که سردار برگشت. اون وقتا قدیم خبر از تیم ملی می اومد، مثلا احمد رضا عابدزاده دندش شکست، علی دایی تحالش پاره شد، علی اکبر استاد اسدی چی؟ هیچی دی، خودش تنها شکوه نداره. ولی الان دیگه دنیا عوض شده، الان دیگه دوره جوانهای مخامعی، شلوارهای پارپوره، عکسهای سلفی، آدا گلابا، عجلا بالا، دعواها رو ببین، این دعواها اینجوری بود؟ نکنی، سردار، جهان بخش، کاشتین همه،
نزنین قلبا. اگه به یه ذره سخت میگیرم قهر کن که به خدا دق میکنم میمیرم من واسه یه داشتن تو آب و آتیش میزنم از زندگیم شاید ولی از تو که دل نمیکنم. خیلی ممنون، باباها رو ببوسید و موضوع خودتون باشه زنده.